خب چرا آمریکا آمد ایستاد که تحریم صد درصدی جنگ اقتصادی مگه نمیخواستین نظام سرنگون خب بر چین چی کاری کرد سریع گفتن ما آمدیم این کار بکنیم که این نظام سرنگون بکنیم تونستن؟ نتونستن گفتن سه ماه نشد گفتن سب کنید چهار ماه نشد گفتن شیش ماه نشد بعد از شیش ماه چه کار کردن؟ خودشون آمدن دنبال مذاکره ترامپ آدم فرستاد ترام یکی از مسئولین مهم منطقه شرق جهان رو فرستاد خدمت مقام و معظم رهبری فرستاد ایران مگر نکرد این کار رو ترامپ فرستاد دیگه ترامپ تقاضای مذاکره کرد دیگه ده ها بار از من تقاضای مذاکره کرد از طرق مختلف اروپا و غیر اروپا کشورهای منطقه و غیر منطقه این به معنی شکست نبود اگر آمریکا پیروز شده که خب نیاز به این نداره که ای التماس کنه برای مذاکره که خب پیروز شده تمام شده دیگه یه ما دیگه سب میکنه به قول خودشون نظام جمهوری اسلامی رو از بین میره تمام میشه فرش قرمز پهم میکنن برای اینکه اونا از واشنگتن بیان وارد تهران بشن دیگه چرا شکست خوردن آگاهی مردم ما بیداری مردم ما صبر مردم ما استقامت مردم ما مقاومت مردم ما چهار سال مردم صبر کردن این که شما میبینید امروز در وین مذاکرات ما به خوبی پیش میره این مال صبر مردمه بفهمند همه پیروزی ما در سایه ایستادگی ملت ایرانه مقاومت ملت ایرانه تدبیر دولت راهنمایی مقام معظم رهبری و ارشاد ایشانه همینجوری که به دست نمیاد مجانی که پیروزی به دست نمیاد بهای سنگین باید پرداخت بشه بهای سنگینی پرداخت شد